شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از ویرجینیا با ماست. خانم برادوس، به نظرتون فقط یک ژست موقتی برای مسابقات جام جهانی هست یا میتونه شروعی برای عادی سازی روابط دوحه و اورشلیم باشه؟ خب اصلا من یکی از دوباره برمیادیم به همون روابطی که قطر از روز اولی که با اسرائیل گذاشت برای منافع اقتصادی خودش و بتونه در جهان یک کرسی رو به دست بیاره. 1996 شروع همون اتاق بازرگانی که بین قطر و اسرائیل بود و باعث شد قطر حتی بتونه عضو شورای امنیت بشه، اسرائیل بهش کمک کرد تا 2009 که قطع روابط صورت گرفت. به خاطر اینکه فراموش نکنیم قطر اولین کشور خاورمیانه بود، کشور به حوزه خلیج فارس بود که روابط بهتری با اسرائیل داشت، تحت فشار عربستان و ایران بود که روابط قطع کنه. 2009 قطع کرد ولی همچنان روابطی بود ولی آنچنان نه. بعد از 2017 روابطش با ایران باعث شد که روابط هم حمایتی که از حزب الله و حماس کرد روابط تیره شدن. الان به نظر من احتیاجی که قطر به اسرائیل باز داره باعث شده که این روابط و این باز شدن اتاق کنسولگری یعنی نمایندگی اسرائیل در قطر در دوحه باشه که بین تا 18 دسامبر خواهد بود، برای اینکه کمک کنه بیش از 30,000 اسرائیلی قراره به قطر سفر کنن در حالی که هیچ تیم ملی در این مسابقات جام جهانی هم ندارن. این نشون میده با این اعتراضاتی که به سیاست‌های قطر وجود داره در جهان دوباره میخواد از اسرائیل و کمک‌هایی که قبلا کرده استفاده کنه. به نظر من این راه رو باز میکنه ما در آینده شاهد یک روابط بهتری باشیم. ممنونم از شما، شکریه برادوس از ویرجینیا با ما و عذرخواهی می‌کنم به خاطر فرصت کمی که در پایان برنامه داشتیم.